اجازه هست سرورم؟ بفرمایید جناب ابن عربی. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. اول از همه بلا بدور. خدا را شکر این بلا را از سر گذروندی. خدا شما را برای دولتمون حفظ کرد. خدا ازتون راضی باشه جناب ابن عربی. دشمن بی امان ما رو تعقیب میکنه، اما به لطف خداوند و شجاعت آلپا تونستیم از پسشون بر بیاییم. معلومه که این جنگ تا یکی از ما کشته بشه ادامه پیدا میکنه. این مبارزه در واقع بین خیر و شر هستش سرورم. این مبارزه از اول دنیا شروع شد و تا قیامت ادامه داره. هر چیزی متضاد خودشو داره. خیر بدون شر وجود نداره. شیرینی بدون تلخی وجود نداره. وظیفه ما اینه که چیزای خوب رو حفظ کنیم و جلوی چیزای بد رو بگیریم. کسی که نیتش خیره، موقعی که تحت تأثیر شر قرار میگیره قوی تر میشه. اون میتونه ظلم و خیانت رو با قدرت یه آتش فشان در حال فوران نابود کنه. از تعداد ظالمان و قدرتشون نترسین سرورم. ابرهه لشکری از فیلها رو به سمت کعبه رهبری کرد، اما خداوند اونا رو با پرنده های ابابیل هلاک کرد. اگه کنار حق وایستیم، خدا هم کنار ما وای میسته. خدای بزرگ در قرآن کریم اینطور میفرماید: پس ضعیف نشین و غمگین نباشین، و اگر مؤمن واقعی باشین از همه برتر هستین. چیزی هست که نگرانم میکنه و میخوام در موردش باهاتون حرف بزنم. بفرمایین سرورم. مادر خودم هم درگیر این مصیبت ها بود. البته اون الان پشیمونه، اما نمیدونم باید چه عکس العملی نشون بدم. شما از مردم نیستین، بلکه مسئول مردم هستین. شما سلطان مایین. مردم هرچه شما فرمان بدین اطاعت میکنن. شما هرگز نمیتونین افراط کنین. در عدالت و مرحمت و سختی باید خیشتندار باشین، یعنی همچنان باید در راه راست قدم بذارین، چون شما با تصمیماتی که میگیرین برای مردم الگو هستین. خدای بزرگ در قرآن کریم میفرماید: اگر خوبی نشون بدین یا پنهونش کنین، یا اگه جرمی رو ببخشین، بدونین که خداوند همیشه بخشنده است. اون همیشه صلاحیت داره. مجازات باعث بهتر شدن خطاکار میشه. اگه از کاری که کرده پشیمونه و اگه قانع شدین که دیگه تکرارش نمی کنه، باید عادلانه و با در نظر گرفتن همه اینها تصمیم بگیری. راهنماییاتون موقع سختی کمکم کرد عادلانه رفتار کنم. حالا تو این دوران سخت حرفای شما منو آروم میکنه و باعث میشه عدالت واقعی رو اجرا کنم. انشالله.
ارتغرل خان. بفرما بشین چاگان خان. خدا رو شکر خوبین ارتغرل خان. خدا رو شکر. خبری هست؟ سربازای سعادت الدین همه جا هستن. اون یه جایی بین اوناست. خودش سردسته سربازایی که دارن میگردن. گوناب خان چی؟ اونم از یه طرف دیگه داره با سربازا میگرده. داره جدا از ارتش سعادت الدین میگرده. وقتی اون دنبال ماست ما اونو غافلگیر میکنیم. ما هم به همراه حسین الدین کاراجا سربازای وفادار اونو جمع میکنیم و میاییم پیشتون انشالله. ایوالله چوگان خان. حالا چی میشه خان؟ ما کوبکو فریب میدیم تا کنت. اونو دقیقاً به جایی که میخواییم میکشونیم. اون موقع است که شکار شروع میشه. خدا یار و یاورتون باشه ارتغرل خان. خدا یار و یاور هممون باشه توگان خان. آمین. سعادت الدین کوبک تومه یکی به سمت ما میاد. ما اونو مثل یه گله گرد محاصره میکنیم. وقتی تو تله افتاد بهش حمله میکنیم و با پنجه و شمشیر کارش رو تموم میکنیم. دیگه وقت حرف زدن تموم شده چکم خانم. ما آخرین حرفامونو با پنجه و شمشیرامون به کبک میگیم. فرماندار کریتوس متوجه شد که شما و ماهپری خاتون به خاطر سعادت الدین اینجا اومدین سرورم. از کجا؟ کوبک یه جاسوس زن نزدیک فرماندار کریتوس گذاشته. ماریا. سرباز کوبک به ماریا گفت شما اینجا اینو. ماریا هم به فرماندار گفت همین. کوبک. اون بیشرف حاضر اگه فرماندار بهش کمک کنه باهاش کار کنه. این دولت تا حالا خائنی مثل اونا ندیده. حتی کافران میدونن که ما اینجا هستیم. پس باید دست به کار بشیم. اجازه از سرورم؟ بفرمایید دارتوک خان. سرورم اگه اجازه بدین خانای اوز میخوان شما رو ببینن. بذار بیان تو آرتوک خان. بذار بیان تو. بفرماین خانا. خوش اومدین خانم. خوش باشین سرورم. بسیار خوشحالم که اینجا میبینم اتون. سرورم به محض اینکه شنیدیم شما اینجایین اومدیم. سوء قصد خائنا به جونتون همه ما رو خیلی عصبانی کرد. حال پامون از قبیله کایی محافظت میکنه. نه تنها فرماندار، حتی ارتش امپراتورم بیاد نمیتونه بهتون آسیبی برسونه. یه بار دیگه ارزش خودتون رو نشون دادین. تا افراد وفاداری مثل شما وجود داشته باشن دولتمون همیشه پیروز و پابرجاست. ایوالا سرورم. بنشینید خانها. سرپا وای نستین.
Getirdiğin bu mühim haberin mükafatını mutlaka alacaksın Maria. Tekfur Kritos. Söylediğin gibi Kayı Obası'na gittim. Lakin şu anda onlara saldırmamız mümkün değil. Neden? Bütün obaların beyleri, hepsi sultanı korumak için Kayı Obası'na toplanmış. Böyle bir zamanda gidip de obaya baskın yapmak delilik olur. Peki ne yapacağız? Bu fırsatı elimizde geri mi tepelim? Kritos, her ne yapacaksak doğru yapmamız lazım. Yoksa bu işin bize geri dönüşü çok ağır olur. Bunun mutlaka bir yolu olmalı Ares. Hemen vazgeçemeyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz Kritos. Lakin Nikia'dan büyük ordu gelmeden harekete geçersek elimizdeki adamların tamamını kılıçtan geçirirler. Doğru söylüyorsun. Orduyu beklemek daha iyi olur. Sen merak etme Kritos. Sen kaygılanma. Sultan obayı sağ olarak terk etse bile Konya yolunda ben mutlaka onun işini bitireceğim. Bu bizim için çok önemli Ares. Şimdi yapacak işlerim var. Bu konuyu sonra mutlaka konuşacağız. Sen nasıl istersen Kritos. Kapı. Sen eskiden Türklerden bu kadar korkmazdın Ares. Ne oldu? Büyük bir savaşçı olduğun günler geride mi kaldı? Sen savaştan ne anlarsın ha Maria? Benim canımı sıkma. Eğer seni kardeşinin yanına göndermemi istemiyorsan boyundan büyük işlere karışma. Anladın mı? Ne işler çevirdiğini öğreneceğim Ares. Kardeşimin intikamını alacağım senden. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Şuru konin khanha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. خانها، من قصد دارم مدتی از قصر دور باشم. غیبت من از قصر زمانی تموم میشه که دولت رو از شر همه ی خائنا پاک کنه. انشاءالله. مطمئن باشید من تمام تلاشمو برای نجات کشورم انجام میدم. اگه قرار باشه بمیرم، ترجیح میدم تو جنگ در کنار خانها و آلپان بمیرم. سرورم، از ارتغرل خان خبری نشده؟ ارتغرل خان؟ در حال شکار دشمنمون سعادت الدین کوبکه. اگه نتونه اونو بکشه چی سربر؟ اون وقت فرماندهی ارتش امیر کامیری خودم به عهده میگیرم. شکست دادن سعادت الدین کوبک دلیلیه که من حاضرم به خاطرش بمیرم. میخواستم خودم ببینم که خانهام با من هستن یا نه. ما تا آخرش با شماییم. نه فقط اینجا، هر جا که برید ما هم تاپای جون همراه شما هستیم سرورم. ما هم برای رضای خدا و خدمت به دولتمون زندگی میکنیم. اگه امروز باید متحد بشیم پس متحد میشیم. اگه قرار باشه بمیریم پس با هم میمیریم. من پسر سلطان علاءالدین غیاث‌الدین کیخسرو قسم می‌خورم که تا پای جان برای کشورم بجنگم. ما به دولت و سلطان سوگند و وفاداری می‌خوریم. رفتن. آخ
به کجا رفتن؟ فرار کردن. اونا هنوزم قصد کشتن امیر سعادت دینو دارن. چطوری خان؟ اسباشونو اینجا گذاشتن تا رد گم کنن. اونا هنوزم دنبال امیر سعادت دینن. این دیوونگیه. سه مرد بین اون همه سرباز چیکار میتونن بکنن؟ ارتغرل عمدن ما رو به اینجا کشونده تا سربازای کمتری پیش امیر سعادت دین باشن. اما از کجا میتونستن بفهمن جناب امیر کجاست؟ ارتغرل تنها نیست. مطمئنن هم دستاش بهش گفتن. اگه اینطور باشه براشون کاری نداره امیر سعادت دین رو پیدا کنن. ما الان باید بریم. من میرم سمت رودخونه رو میگردم. اونجا هم دیگه رو ملاقات میکنیم. اطاعت میشه خان. یا به حرفای من اعتماد کن یا شاهزاده سعادت دین. چی میگی ارتغرل خان؟ چه شاهزاده ای؟ سعادت دین عوضی داره این دروغ رو پخش میکنه که پسر مرحوم سلطانمونه. فرمانده، تا حالا شنیدی که بگن پدر امیر سعادت دین پدر سلطان علاءالدین سلطان کیخسرو بوده؟ بهم بگو فرمانده. شنیدم خان. از کی شنیدی؟ از خود امیر سعادت دین. سعادت الدین خوب؟ خوبی برادر؟ خوبم برادر، خوبم. به اذن خدا تا وقتی کوبک نمیره استراحت نداریم. انشالله انشالله. سلطان گندوزالک، داری تمرین میکنی؟ تمرین میکردم سلطان، متوجه اومدنتون نشدم. بیا اونجا بشینیم گندوزالک. ماشاءالله شمشیرزن ماهری هستی. ممنونم سلطان، پدرم قبیله رو به من سپرده. تا اونیست محافظت از قبیله وظیفه منه، به خاطر همین همیشه تمرین میکنم. چقدر عالی گفتی. محافظت کردن از میراث پدری
و زنده نگه داشتن یاد و سنتاشون مهمترین وظیفه یه پسره. پدرم طرز استفاده از شمشیر رو یادم داد. به شما پدرتون سلطان علاءالدین یاد دادن؟ آره، اون یادم داد. وقتی بچه بودم منو به شکار می برد. شهباز به هم تیراندازی و سوارکاری یاد می داد. پسر پا جای پدرش می زاره. چون یکی از دو چشماشه. اگه دولت پسرش باشه انگار آتیش اجاقشه. پدر برای پسر چیزی رو به جا می زاره. ولی اگه دولتی نباشه چه فایده ای داره؟ پدرم همیشه همینو میگفت. شما از میراث پدرتون محافظت میکنید سلطانم. تمام خائنا رو تو خیمه شکست دادی. ای والله گندوزالب، پدر منم برای جنگیدن با خائنا رفته سلطان، میدونستی؟ خیلی وقته که از قبیله رفته، دلم خیلی براش تنگ شده. اما من خوب میدونم که انجام وظیفش مهمتره. به خاطر همینم سعی میکنم قوی بمونم. ماشاءالله بهت گندوزالب. تا دلاورایی مثل پدرت پسرای شجاعی مثل تو دارم، دولتمون همیشه پیروز میشه انشاءالله. انشاءالله سلطانم. تون رو خوب ببینی. وایسی. جناب امیر، اونا تو جنگل عقب نشینی کردن. حتی اگه تو جهنمم باشم میرم پیداشون میکنم و میکشمشون. فرمانده، از پشت هوامونو داشته باش. اطاعت میشه جناب امیر. تو هم مسئول محافظت داخل ارتشمونی. همه جا رو بگردین، زیر هر سنگی شده رو ببینین. اون ارتغرل نباید از این جنگل زنده بیرون بره. فهمیدی چی گفتم؟ بله جناب امیر. عالیه. وقتش خودمون رو نشون بدیم. ارتغرل چود باشید دلاورا، برای دولتمون، برای کشور، برای مرحوم سلطان علاءالدین.
برای آسلیان خاتون و برای همه دلاورای کشته شدمون حمله کنید دلاورا. یا الله یا الله اراده با اینجایی برتون رو خواه ای خائنا ارتغرل کوبک داره فرار میکنه خان خنجر آسلیان خاتونه کوبک رو با این بکشی ماشاءالله مادر چه کلاه قشنگیه شما درست کردی؟ آره برای بچه بامسی و حفصه درست کردم حفصه مونتم داره چی کار میکنه؟ فکر میکنه این حالش خوبه مادر یعنی حالش بهتر شده؟ خوب شده دخترم خوب شده از دست ما هم جز دعا کردن هیچ کاری بر نمیاد انشالله به زودی با بچهش صحیح و سالم به قبیلمون برمیگرده انشالله مادر مرگ آسلیهان و رفتن حفصه با هم دیگه اتفاق افتاد و ارتوگرول خیلی وقت شده که رفته مادر میدونم وظیفه خیلی سختی داره اما راستش منم دیگه تحمل دوریشو ندارم دختر قشنگم خیلی وقت پیشا که شوهرم سلطان سلیمانم برای ماموریت‌های خطرناک میرفت منم همین حس تو رو داشتم الانم هر بار که ارتغرل میره همین طور چشم انتظارم
تنها چیزی که سر پامو نگه میداره اینه که میدونیم برای اجرای عدالت رفتم. درسته مادر. انشالله هر طغرل همه ی ظالمین رو با شمشیرش نابود میکنه و از بین میبره و ابرای تیره رو از بالای سرمون پراکنده میکنه. خورشید دوباره بر فراز کشورمون طلوع میکنه. انشالله هر طغرل به قبیلمون و خیممون به زودی نور بیاره مادر. انشالله دخترم، انشالله. ارتغرلم با پیروزی پیشمون بر میگرده. خورشید با بچه شما طولو کنه انشالله. انشالله، انشالله مادر. خدا ارتغرلو برای دولتمون، کشورمون و بچه هامون حفظ کنه. آمین دخترم، آمین. یه نگاه به خودت بنداز. راهی که من میرم به خون تو آغشته میشه لجباز. لجباز، همیشه لجباز. لجبازی تو رو به اینجا رسون. اصلا میارزید ها؟ به هم بگو ببینم، اگه از من اطاعت میکردی میتونستیم برای بهتر شدن کشور متحد بشیم. وقتی تو کشته بشی دولت ما نجات پیدا میکنه سعادت الدین. فقط از دو تا چیز خوشم میام، دولتم و اصلیان. اصلیانو که دشمنم کردی، تو اونو ازم گرفتی، باعث شدی خون کسی که عاشقش بودم و بریزم. اما تموم شد، عمرمو برای تخت سلطنت سلجوقی گذاشتم، نمیذارم از چنگم درش بیاری. تو رو با خنجر اصلیان خاتون که کشتی میکشم. گونال،
بکشش. بزن اونو بکشش. امیر سعادت الدین، تو سلطان علایالدین رو کشتی؟ یالا به هم بگو. به خاطر اینکه بتونی سلطان بشی به دروغ گفتی شاهزاده یاره؟ خودت اصلا حرفایی که از دهن در میاد و میشنوی. به هم دروغ نگو. تو پیش همه اعلام کردی شاهزاده ای. همین کارو کردم. تو باید از دستورم اطاعت کنی گناه. آره، من سلطانو کشتم چون که اون تخت حق منه. اون تخت حق منه. الانم از دستورم اطاعت میکنی و ارتاقرالا میکشه. یلا تو یه دروغگویی. هرچی تا الان گفتی همش دروغ بوده. من اجازه نمیدم با دروغات ذهن کسی رو مسموم کنی، فهمیدی؟ ارتغرل خان، این عوضی لایق شمشیر شماست. کسافت! پدرت هم از هم اطاعت نکرد. پدرت هم بر علیه هم شورش کرد. پدر و مادرت به چیزی که لیاقتشو داشتن رسیدن. من بزرگت کردم، اما ازم نافرمانی کردی. تو هم باید مثل اونا بمیری. ظالم! ظالم!